سرخط خبرها. در 24 ساعت گذشته سامانه تردد شمار 1,112,000 تردد رو به سطح رسونده. ادامه سفرهای نوروزی در ایران با وجود هشدارها. نگرانی از شیوع کرونا در افغانستان. طالبان میگویند اگر وضع بدتر شود حمله ها را کاهش میدهند. کمک 1,000 میلیارد دلاری دولت آمریکا به مردم و کسب و کارها. آزمایش کرونا برای همه رایگان میشود. و تمدید قرنطینه سراسری در ایتالیا. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. چند وزیر بهداشت دولت‌های سابق ایران از رئیس جمهوری این کشور خواستند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت تردد و تجمع برقرار کنند. آنها در نامه‌ای به حسن روحانی نوشتند از همین امروز حداقل تا 15 روز باید همه ادارات و کسب و کارهای غیر ضروری کاملا تعطیل شود و جدی نگرفتن خطر بازی با جان مردم است. این در حالی است که در آستانه سال نو بسیاری از مردم بار سفر بستند. به گفته وزارت بهداشت از دیروز نزدیک به 150 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جانشان را از دست دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. حدود 6000 میلیارد تومان همین با ماسک حالا من بدن. سخنگوی دولت ایران با تقدیر از عملکرد وزارت بهداشت در مقابل با کرونا گفته از زمانی که متوجه ورود کرونا به ایران شدیم آن را اعلام کردیم. او گفته اگر دولت از حضور کرونا در قم زودتر مطلع می‌شد شاید تمهیدات بهتری ارائه می‌کرد. بخشش روی نگرفتن اقساط بود، بخشش هم دادن وام به 4 میلیون نفر تصمیم گرفته شد که فعلا در این مرحله از 1 تومن تا 2 تومن هست. ما اگر جلوتر رفتیم نیازی هم بود باز تجدید نظر میکنیم. نه، بسته ها جداست، اینا بسته های وام به 4 میلیون نفر هست. شرکت های بیمه هم مجبورند هزینه های بیماران مبتلا به کرونا را که بیمه تکمیلی دارند پرداخت کنند. اما به رغم همه هشدارها تعداد زیادی از مردم از 2 روز گذشته به جاده ها زدند تا سال نو را کنار خانواده در سفر سپری کنند. همزمان 5 وزیر پیشین بهداشت و چند نفر از پزشکان در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواستند با محدود کردن رفت و آمدها و مسافرت ها زنجیره انتقال ویروس کرونا را در ایران قطع کند. آمارها حکایت از کاهش 52% ترددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته داره، ولی در 24 ساعت گذشته سامانه تردد شمار 1,112,000 تردد رو به سطح رسونده. یعنی به هر حال عدد قابل توجهی است. اگر تصور کنیم هر تردد هم 3 نفر در واقع شرکت داشته باشن، نقش داشته باشن و به هر حال توی اون خودرو حضور داشته باشن، عدد قابل توجهی هست. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه سران قوا با ستاد ملی مقابله با کرونا از همراهی مردم در رعایت توصیه‌های بهداشتی از جمله ماندن در منزل و خودداری از سفر تشکر کرده. در اصفهان بیشتر هتل‌ها و رستوران‌ها تعطیلند، از جمله هتل معروف عباسی که بعد از 53 سال تعطیل شده. در روزهای گذشته چراغ‌های پل خواجو را خاموش کردند تا از تجمع روی آن و پخش ویروس کرونا جلوگیری شود. در کرمان تمام موزه‌ها، اماکن و محوطه‌های تاریخی و واحد‌های بومگردی تعطیل شدند. 2 هتل در کرمان برای دوره نقاهت بیماران مبتلا به کرونا در نظر گرفته شده. در بیشتر شهرهای ایران اماکن تفریحی و گردشگری تعطیل شدند. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت تاکنون 18407 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این تعداد 1284 نفر جان خود را از دست دادند و 5979 نفر بهبود پیدا کردند. منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس معتقدند که شمار قربانیان بیشتر از آمار رسمی است. تهران، قم، مازندران، گیلان و اصفهان بیشترین مبتلایان را دارند، اما علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت میگوید در 11 استان آمار مبتلایان کاهش داشته. در همین حال دانشگاه علوم پزشکی جهرم در استان فارس میگوید این شهر در وضعیت قرمز قرار گرفته. رئیس اورژانس گیلان اعلام کرده بیمارستان‌های این استان گنجایش بیمار جدید را ندارند و از مردم خواسته از خانه‌های خود بیرون نیایند. حسن روحانی همین دیروز گفته بود 20% تخت‌های استان گیلان خالی هستند.
آفرین آسمی، بی بی سی. ناصر آملی روزنامه نگار از مشهد با ما هستند. آقای آملی، با وجود تمام هشدارها سفرها همچنان برقرار است، با وجود اینکه 50% کاهش پیدا کرده ولی برقرار هست و خیلی ها برای خرید شب عید به خیابان ها رفتند، و مواجهه مشهدی ها چطور بوده با این قضیه؟ ببینید، در مشهد کاهش جمعیت رو در خیابان ها و در بازارها به عینه میشه دید، ولی در برخی جاها نه. متاسفانه در برخی محیط ها جمعیت همچنان به خیابان میان، نه به اندازه گذشته، ولی به هر صورت همچنان برخی ها کم توجهی میکنن به این مسئله، گرچه تعداد زیادی هم واقعا اجابت کردن دعوت دولت رو و دعوت های بهداشتی که از طرف ستاد کنترل و مواجهه با کرونا صورت گرفت. این انتقادهایی که از دولت میشه، الان به نظر شما باید دولت چه برنامه‌های تازه‌ای رو روی دست بگیره که مردم رو مجاب کنه به خونه موندن؟ واقعا غیر از توصیه و تأکید در اینجا کار دیگری نمیشه کرد. بالاخره در این زمینه در کشورهای مختلف پروتکل‌های مختلفی هست. ما در ایران نمیتوانیم از روش چین استفاده کنیم، کما اینکه در اروپا هم نمیشه، در امریکا هم نمیشه، حتی در ایتالیا هم اون قرنطینه سفت و سختی که در چین اجرا شد اجرا نشده. واقعا به نظر من هم میاد که تاکید بیشتر و به اصطلاح هشدار بیشتر و کنترل هایی که سطح خطر رو بتوانه به مردم گوشزد کنه و جلو چشمشون بیاره، روش عملی تری است تا اینکه بخوان با مردم برخورد کنه. البته به نظر من دست کم اونقدر که من دارم میبینم در مشهد مردم تا حد زیادی اینها رو رعایت کردن، هم در وقت بهداشتی هم نسبت به گذشته حضور جمعیت در مشهد، گرچه طی یکی دو روز گذشته یه قدری ورودی های مشهد هم شلوغتر از چند روز قبل شده، ولی باز هم به هیچ عنوان به اندازه سالهای گذشته نیست، چون خود مسافرین هم متوجه شدن که شرایط مشهد شرایط خطرناکی است و تراکم جمعیت ممکنه منجر به توسعه این اپیدمی بشه. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه اینه که مردم به طور کل در ایران به دولت به اندازه کافی اعتماد ندارند و به همین دلیل به توصیه های اون هم گوش نمیدن. واقعا این چقدر به دولت ربط داره این موضوع الان، چقدر به فرهنگ عمومی مردم؟ ببینید، این که مردم به دولت اعتماد ندارن به خاطر به مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی قدری بی‌اعتماد شدن، به خاطری که در گذشته اطلاعاتی داده شده که درست نبوده، یا همون ابتدای کار تغافلی که صورت گرفت، کم توجهی که به این ماجرا صورت گرفت، موجب این بدگمانی شده. ولی به نظر دست کم در استان خراسان و در مشهد که من دارم نگاه میکنم، بخش قابل توجهی از مردم به این هشدارها توجه کردن، منتهی هشدارها رو فقط دولت نداده، خود فضای مجازی، پزشکان، مساعدتایی که خود مردم دارن میکنن، توزیع ماسک، توزیع مواد ضد عفونی، تذکراتی که تو فضای مجازی خود مردم به هم دیگه میدن، اینها همه تا حد زیادی مؤثر افتاده، گرچه برخی ها هم متاسفانه آتش به اختیار عمل میکنه. متشکرم از شما ناصر آملی، روزنامه‌نگار از مشهد. همزمان با شیوع کرونا در ایران، نگرانی از گسترش بیکاری و بسته شدن بنگاه‌های اقتصادی کوچک بیشتر شده. یک مقام وزارت کار در استان اصفهان پیش بینی کرده که قرارداد حدود 40,000 نفر از کارگران این استان تمدید نشود. رئیس اداره کار استان اصفهان گفته برای رفع این مشکل قرار است با راهکار خاصی این کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. پیشتر هم بعضی از فعالان بخش خصوصی به دولت هشدار داده بودند که در صورت کمک نکردن دولت، حدود 40% بخش خصوصی از بین خواهد رفت. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ماست. آقای حسنیا، دولت چه برنامه‌هایی الان روی دست داره برای حمایت از این کسانی که مخصوصا در صنف‌های کوچکتری مشغول به کار هستند؟ باشه که یک تصویری از اتفاقی که ممکنه برای
اقتصاد ایران رقم بخوره ارائه بکنیم. اتاق اصناف ایران حدود چند روز پیش اعلام کرد که حدود از 3,300,000 واحد صنفی فعال در اقتصاد ایران، نزدیک به 2,300,000 واحد صنفی از بابت بحران کرونا مستقیما درگیر خواهند شد و اثر خواهند پذیرفت. در گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برآورد شده که این تعداد صنف‌هایی که مستقیما درگیر بحران کرونا خواهند شد 4,800,000 واحد صنفی خواهند بود. باز اتاق اصناف در ارزیابی خودش اعلام کرده که از این 2,300,000 واحد صنفی درگیر با بحران کرونا میتونه منجر به این بشه که یک بیکاری 1,600,000 نفری رو ما تجربه بکنیم در سال آینده. اما دولت چه اقداماتی رو کرده؟ تا اینجای کار ما می‌دونیم که صرف نظر از اون بودجه هایی که حدود 1600 میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده برای ستاد ملی مبارزه با کرونا و اقدامات در حوزه بهداشت درمان، مستقیم مشخصا پرداختی های مستقیم و کمک مستقیم دولت محدود میشه به اون وام 1,000,000 تا 2,000,000 به 4,000,000 خانوار که مشاغل خرد رو در بر میگیره، و اون کمک 200,000 تا 600,000 تومانی که در 4 مرحله قرار هستش به 3,000,000 نفر پرداخت بشه، که البته با توجه به هم متوسط هزینه خانوارها و هم هزینه سبد معیشتی که حدود 5,000,000 تومان در نظر گرفته شده در ماه، خیلی کمک قابل توجهی نیست و اساساً حتی هزینه‌های یک ماه رو هم بر اساس این هزینه سبد معیشت جبران نمی‌کنه. بودجه سال آینده هم امروز ابلاغ میشه، بودجه‌ای که با کسری شدید مواجه هست، این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ باید توجه بکنیم که اون کسری که تا پیش از این محاسبه میشد بر اساس داده ها و اطلاعات پیشین بود. در حال حاضر قیمت نفت به کانال 30 دلار و حتی کمتر 20 دلار رسیده، در حالی که بودجه بر مبنای نفت 50 دلاری و فروش روزانه 1,000,000 بشکه نفت بسته شده. از طرفی هزینه های دولت هم به دلیل همین بحران کرونا و مقابله با اون افزایش پیدا کرده، و اینها همه به معنای این هست که کسری بودجه دولت بر مبنای بودجه فعلی در سال آینده بسیار بسیار شدید خواهد بود. از این رو شاید بهتر این باشه که دولت به جای جابجا کردن سرفصل بودجه ها برای جبران این بحران یا اینکه استقراض از بانک مرکزی که میتونه تبعات وحشتناکی رو داشته باشه، از نو بودجه سال آینده رو با توجه به داده ها و اطلاعات امروز تدوین بکنه و بازنویسی بکنه که بتونه در مقابل بحران کرونا دست بالاتری داشته باشه و تبعات اون رو حداقل بکنه. متشکرم از شما آرش احسنی، روزنامه نگار اقتصادی از پراگ با ما. اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان امروز از بیمارستان هرات مرخص شده. دو روز است که در این کشور هیچ مورد جدیدی از ابتلا ثبت نشده. با این حال نگرانی های درباره امکان واقعی نبودن آمار مبتلایان وجود دارد. در همین حال گروه طالبان گفت اگر انتشار ویروس کرونا در افغانستان جدی شود، عملیات نظامی را کاهش می‌دهد و با نهادهای مبارزه با کرونا همکاری می‌کند. هادی میران، کارشناس مسائل سیاسی از کابل با ما هستند. آقای میران، چه فکر می‌کنید در مورد بیانیه گروه طالبان در مورد حتی کمک به مبارزه با مشکل کرونا در افغانستان؟ درود بر شما. ببینید، ترس ناشی از گسترش ویروس کرونا در افغانستان نیز ملموس هست و به همین دلیل طالبان هم با توجه از این وضعیت نگرانی جدی داره و تصور میکنه که اگر این ویروس در مناطق تحت کنترل طالبان شیوع پیدا بکنه، بدون تردید تاثیرات بسیار جدی بر روحیه و روان جنگی طالبان خواهد گذاشت. به همین دلیل نرمش نشان داده که بتونه از این نرمش برای جلوگیری از انتشار این ویروس استفاده شد. سال هاست که کشورها و دولت‌های مختلف دارن سعی می‌کنن طرح صلحی رو پیاده کنن و آتش بسی رو هرازگاهی میخوان اجرا کنن بین طالبان و دیگر گروه‌ها، که این آتش بس معمولاً هم شکسته میشه یا به نتیجه نمیرسه این طرح صلح. آیا به نظر میاد که این بار خود طالبان به صورت خودخواسته در چنین شرایطی این راه حل رو وقتی که بهش فکر می‌کنن، فکر میکنید که این اتفاق بسیار بدی هست که در جهان داره میفته، ولی در نهایت میتونیم بگیم این نکته مثبتی است که در میان طالبان داره نتیجه گیری که ازش میکنند؟
خب بدون تردید شیوع این ویروس در مناطق تحت کنترل طالبان که اغلب با امکانات بهداشتی دسترسی نداره یک مصیبت بسیار گسترده و ویرانگر خواهد بود و بدون هیچ تردیدی بر اقدامات جنگی و حملات نظامی طالبان تأثیر ملموس به جا خواهد گذاشت و به همین دلیل دیده میشه که انتشار این ویروس از موضع جنگی طالبا و از فشار جنگی طالبا کاهش خواهد داد. متشکرم از شما هادی میران، کارشناس سیاسی در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. 5 وزیر بهداشت سابق ایران از حسن روحانی خواستند برای قطع کردن زنجیره انسانی انتقال ویروس کرونا محدودیت تردد و تجمع برقرار شود. با گسترش نگرانی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، طالبان گفتند اگر وضع بدتر شود حملاتشان را کاهش می‌دهند. در ادامه برنامه، امارات برای مقابله با کرونا درهایش را به روی خارجی‌ها بست. در آمریکا آمار مبتلایان به کرونا به حدود 9500 نفر رسیده. بیش از همه در نیویورک، حدود 160 نفر از مبتلایان هم جانشان را از دست دادند. قرار است دسترسی مردم به آزمایش کرونا بیشتر شود. از دولت به خاطر کندی در پاسخ به کرونا انتقادهای زیادی کردند. همزمان کارشناسان از رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا خبر دادند. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. شهری که معروف بود هرگز نمی‌خوابد، حالا در سکوت بی سابقه ای فرو رفته. حتی در مقایسه با روزهای پس از حملات 11 سپتامبر، این جایگاه یادبود آن حملات در روزهای عادی هزاران بازدید کننده دارد. رفت و آمد شهری هم عملاً متوقف شده است. دولت ایالتی به همه شرکت‌ها دستور داده دست کم نیمی از کارمندانشان دورکاری کنند. بسیاری به کل کرکره‌ها را پایین کشیده‌اند. پس از چند هفته تأخیر، محل‌های آزمایش سریع‌تر ویروس کرونا در خارج از مراکز درمانی هم راه‌اندازی شده. ظرفیت محدود درمانگاه‌ها در نیویورک سبب شد نیروی دریایی آمریکا یکی از کشتی‌های بیمارستانیش را برای بستری سیل بیماران به ساحل شهر بفرستد. تلاشی برای جبران ناکارآمدی دولت ترامپ که در هفته‌های نخست کرونا را جدی نگرفت. ویروسی که پایتخت مالی و اقتصاد آمریکا را فلج کرده، از سقوط آزاد بازارهای بورس تا پیشبینی 5 برابر شدن نرخ بیکاری که مقامها امیدوارند با واریز میلیاردها دلار به جیب مردم و شرکتها جلوی آن را بگیرند. مبارزه با شیوع بیماری که ضربات سختی به اقتصاد آمریکا و جهان زده و جبران مؤثر خسارت فقط وقتی میتواند آغاز شود که دست کم روند ابتلا به ویروس کاهش یابد. آمارها اما خبر از افزایش چشمگیر در آمریکا می‌دهد. تعداد با حدود 40% رشد در 24 ساعت گذشته به نزدیک 9000 نفر رسیده که 140 نفرشان جان باختند. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. و بهمن کلباسی از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، الان همطور که در گزارشت هم اشاره شد، نیویورک بیشتر از همه تاثیر پذیرفته. وضع نیویورک چطوره؟ در خود شهر طبیعتاً عملاً نه رفت و آمد چندانی هست، نه کسب و کارها باز هستند، ولی مهمتر از اون سمبل اقتصاد آمریکا، ساختمان پشت سر من، بازار بورس این کشور هست که از روز دوشنبه برای اولین بار در 20 سال گذشته، فقط بعد از حملات 11 سپتامبر، یک چند روزی داخل ساختمان تعطیل شد، تعطیل خواهد شد. البته این معنا نیست که معاملات ادامه پیدا نمی‌کنه، معاملات الکترونیکی ادامه پیدا خواهد کرد، ولی کارگزاران بورس دیگه داخل این ساختمان نخواهند آمد به خاطر اینکه چند تاشون کرونا مثبت شدن، نتایج آزمایششون مثبت بوده و این خودش نشون میده که نگرانی‌ها در همه بخش‌ها هست، مخصوصاً تبعات این بسته بودن و بسیاری بیکاری هایی که ایجاد شده در بخش های مختلف بر اقتصاد آمریکا. دیدیم که بازار بورس در ماهای در هفته های گذشته به شدت سقوط کرده، برگشته به همون عددی شاخصش که در زمان انتقال قدرت از آقای اوباما به آقای ترامپ بود و یکی از شعارهای موفقیت اقتصادی آقای ترامپ همین افزایش چشمگیر شاخص بازار بود. همه اون افزایش الان دیگه برگشته و از بین رفته و نگرانی از این که وضع بدتر هم بشه
در ماهای آینده اگر که شیوع ویروس کرونا با این شدتی که الان داره در آمریکا افزایش پیدا میکنه ادامه پیدا بکنه، حالا همین تلاشایی که دارن سعی میکنن در کنگره آمریکا یک لایحه و طرحی رو مطرح بکنن که باز هم کمک اقتصادی بشه برای جلوگیری از اون سناریوهایی است که وزیر دارایی آقای ترامپ ازش صحبت کرده، 20% بیکاری که خب یک فاجعه به تمام عیار هست در تاریخ اقتصاد آمریکا، بی سابقه است. بعد برگردیم به 1929 که همچین ریخ بیکاری ببینیم. به همین جهت بسیاری در واقع جنگ نامرئی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه با هم با خود ویروس هست، هم با پیامدهای اقتصادیش در داخل آمریکا، و البته چالش در شهرهای بزرگی مثل نیویورک بیشتره، چون معلوم نیست تا کی باید این وضعیت عملاً عدم رفت و آمد و عدم خروج از خانه ها ادامه پیدا بکنه. در بخشای دیگر آمریکا مثلا در ایالت فلوریدا که هوا هم گرمتر هست، در بخشای بزرگی از جامعه گوش نمیدن به این حرف و برخلاف نیویورک و در سواحل هستن و خود اون هم باعث میشه که احتمال شیوع افزایش پیدا کنه. متشکرم از تو بهمن کلبسی در مقابل وال استریت در نیویورک. نگاهی به شیوع ویروس کرونا در دیگر نقاط دنیا. چند کشور آسیایی به دلیل ورود افراد مبتلا از خارج با موج دوم شیوع کرونا روبرو شدند. در کره جنوبی 74 مورد جدید ابتلا در یک خانه سالمندان در شهر داگو گزارش شده. در سنگاپور هم پس از مشاهده موارد جدید در میان افرادی که از خارج آمده بودند، کنترل مرزی بیشتر شده. شهروندان خارجی که با ویزای کار در سنگاپور زندگی می‌کنند، اگر خارج شده باشند، فقط با گرفتن مجوز حق بازگشت دارند. در همین حال، برای اولین بار در ماه‌های اخیر هیچ مورد جدیدی از ابتلا در چین گزارش نشده و همه 34 نفری که دیروز شناسایی شدند از خارج آمده بودند. در اروپا دولت ایتالیا قرنطینه سراسری را که قرار بود هفته آینده تمام شود تمدید کرده. نخست وزیر گفته بود که حتی بعد از عبور از اوج بحران هم بازگشت فوری به زندگی عادی امکان ندارد. تا به حال حدود 3000 نفر بر سر ابتلا به کرونا در ایتالیا جان باختند. در بریتانیا هم 40 ایستگاه شبکه مترو لندن تعطیل شده و اتوبوس‌های کمتری مسافر جابجا می‌کنند. در همین حال بانک مرکزی اروپا از یک بسته اضطراری 820 میلیارد دلاری برای کمک به مقابله با تاثیر کرونا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر داده. امارات متحده عربی اعلام کرده فقط شهروندانش حق ورود به این کشور را دارند و خارجی‌های مقیم تا اطلاع ثانوی نمی‌توانند وارد آنجا شوند. بیش از 85% ساکنان امارات خارجی هستند. در این میان اعلام کمک پزشکی امارات به ایران به اعتراض‌های در حاشیه خلیج فارس انجام می‌دهد. مهداد فرهمند در گزارشش می‌گوید بخشی از مردم کشورهای منطقه خلیج فارس ایران را در انتشار ویروس کرونا مقصر می‌دانند. در کرانه جنوبی خلیج فارس هم مانند جاهای دیگر منطقه ورودگاه‌ها را بسته اند. ورود کرونا را به گردن کسانی می‌اندازند که پیش از بسته شدن ورودگاه‌ها از ایران آمده‌اند. در بحرین که چند سال است با ایران قطع رابطه کامل کرده، بانوی سالخورده‌ای که از راه غیر مستقیم از ایران آمده بر اثر کرونا درگذشته. تحمل ایران الارهابیه مسئولیت همین سندی شده برای حمله به ایران در بقیه منطقه. اولئک الذین خالفوا قوانین المملکه العربیه السعودیه و ذهبوا الی ایران. این خائن هایی که وقتی با این دشمن در حال جنگیم به خاک دشمن میرن باید با پیگرد و مجازات روبرو بشن. چرا دولت های دوست و برادر که هم پیمان ما هستن جلوشون رو نمیگیرن؟ اینا از راه همون کشورها میرن ایران و گذرنامه شون در ایران مهر نمیشه که معلوم نشه به ایران رفتن. بعد جاسوس و خائن میشن و با خودشون ویروس کرونا میارن اینجا. در میان امارات اعلام کرده که دو هواپیما حامل بیش از 32 تن کمک پزشکی به ایران فرستاده. وزیر مشاور در امور خارجی امارات که به مواضع ضد ایرانی شهرت دارد گفته که باید بین سیاست و انسانیت فرق گذاشت. افتخار ما همبستگی انسانی با ملت هاست. اما در قطر که تنها راهش به جهان خارج از طریق ایران است، به این مقام اماراتی اعتراض کرده اند که چرا ایران را کمک می کنید و ما را محاصره. لأنك ولد موزه، لأنك غبي، لا أكثر ولا أقل. پاسخ تندی هم گرفته اند. ان الايرانيين اخبث من ما انت تعتقد، وان الايرانيين
سفله على مر التاريخ. یه نفر ایرانی در یه ساختمان در قطر زندگی میکنه و ویروس رو از ایران آورده و به همه ساکنان این ساختمان انتقال داده. میدونی چرا ایرانی ها این کار رو باهات کردن؟ چون میخوان انتقام قاسم سلیمانی رو ازت بگیرن. چون آمریکایی ها از قطر قاسم سلیمانی رو هدف گرفتن و کشتن. ایرانی ها هم به انتقامش برات ویروس کرونا فرستادن. کرونا عضیت لسانی و ايضا نقلوا الفيروس لبلادك. طيب. کرونا خاورمیانه را در وضعیتی فرو برده که پیشتر تخیلش هم سخت بود. وزیر قطری با عطسه گوینده تلویزیون از جلو دوربین می گریزد. مساجد خالی اند. مؤذن ها گریه می کنند. مسجد مانده و اذان گوی تنها. جمله ای هم به اذان اضافه شده. نماز را در خانه بخوانید. مرتضی فرهمند، بی بی سی. و با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.